انتشار گزارش تازه خبرگزاری اسوشیتد پرس از ایران درباره شیوه نامعمول اما قانونی خرید و فروش کلیه در این کشور همزمان با خبرهای مربوط به فوت یک دختر جوان نیازمند به پیوند کبد در شیراز، قوانین اهدای عضو از اهدا کننده زنده در ایران را یک بار دیگر در کانون توجهات قرار داده. منتقدان برنامه اهدای کلیه در برابر دریافت پول میگویند در اجرای این برنامه عملا فقط افراد کم درآمدی که زیر فشار تحریم های اقتصادی صدمه دیدن کلیه خود را میفروشند. همکارم شیده رضایی در استودیو با منه. شیده، از جزئیات این برنامه اهدای کلیه در ایران بگو و اینکه چرا یک بار دیگه این قضیه اینقدر مورد توجه قرار گرفته. ببین، جزئیات برنامه اهدای کلیه شامل یک سری موارد عمومی مشابه همه کشورهای دیگه است، از جمله تعیین محدوده سنی 18 تا 45 سال و اطمینان از سلامت کسی که کلیه رو اهدا میکنه از طریق آزمایشات و معاینات پزشکی و سازگاریش با فرد دهنده و مشاوره و ارزیابی. اما به غیر از اینها شامل دو بند دیگه هست. یکی اینکه تابعیت گیرنده، یعنی در واقع اهدا کننده و گیرنده پیوند با یکی باشه، و در مورد اهدای کلیه به طور مشخص از طریق انجمن حمایت از کلیوی مبلغ 15 میلیون تومان از طرف فرد گیرنده پیوند به اهدا کننده داده میشه، 1 میلیون تومان هم دولت روی اون اضافه به اهدا کننده میده. این مورد، یعنی اهدای پول، در همه کشورها به جز ایران غیر قانونیه. اما اینکه چرا این مطلب از طرف اسوسییتد پرس مورد توجه قرار گرفته، کمبود کلیه برای پیوند در بیماران دیالیزی یک بحران جهانیه که روز به روز هم به شدتش افزوده میشه. حتی کشورهای ثروتمند و پیشرفته، از جمله اونایی که حمایت کامل از برنامه پیوند از مرگ بعد از مرگ مغزی رو دارن، نتونستن نیاز به پیوند از اهدا کننده زنده رو حذف کنن. به همین خاطر حتی امریکا 100,000 نفر در لیست پیوند اهدای زنده کلیه داره، سالی 4,000 نفرشون میمیرن. دلیل توجه اینه. خب خیلی از سازمان ها، از جمله سازمان جهانی بهداشت، مخالفن اساسا با اهدای اعضای زنده بدن. دلایلی رو که مطرح میکنن چیه؟ اصلی ترین دلیل همین طوری که اشاره هم کردی اینه که طبیعتاً فقرا میشن فروشنده اصلی اونا، و در موقعی که نیاز دارن نمیتونن بخرن و میگن که کسانی که در واقع به صورت غیر داوطلبانه و با پرداخت پول اعضای بدنشون رو اهدا میکنن، به احتمال زیاد رفتارهای غیر سالم بهداشتی هم دارن و اعضا سالم نیست. خانم سیگریت فرای سال 2014 کتابی به عنوان با نام فروشندگان کلیه در ایران منتشر کرد. این خانم رئیس مرکز راه حل های اخلاقی امریکا هم هست. با این همه اشاره کرد به اینکه این راهی که ایران در پیش گرفته که پول خریدار و پیوند دهنده پیوند پول میگیره از کسی که خواهان پیونده، یه راه حل برده، به خاطر اینکه کسانی که در لیست انتظارن اگر این راه رو ما قطع کنیم بازار سیاه مثل کشورهای دیگه فیلیپین، پاکستان، چین پیش میاد و در اونجا هیچ نظارتی وجود نداره، و در غیر این صورت پیوند از دهنده مرگ مغزی تنها راه حل باشه، نسبت به مرگ هزاران بیمار دیالیزی که در صفحه انتظارن ما بی‌اعتنایی کردیم.